اگر دلت میخواد خودت تو خونه یک فلافل سالم و خوشمزه درست کنی، پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. مواد لازم برای تهیه فلافل خونگی برای 4 نفر: نخود 300 گرم، پیاز 2 عدد متوسط، سیب زمینی 1 عدد کوچک، سیر 3 حبه، جعفری 2 قاشق غذاخوری، سبزی معطر شامل نعنا، ریحان، مرزه و ترخون 1 قاشق غذاخوری، پودر تخم گشنیز 1 قاشق چایخوری، پودر زیره سیاه 1 قاشق چایخوری، نمک، فلفل سیاه و قرمز و زردچوبه به مقدار لازم و نصف 1 عدد لیمو ترش. سلام بچه‌ها، چطورین؟ من تنازم و اینجا آشپزخونه کوچولوی تنازه. با آشپزخونه من خیلی خوش اومدین. خب بچه‌ها، برای اول کار بعد نخوداتون رو حداقل برای 6 ساعت بذارین که قشنگ خیس بخوره. چند بارم آبش رو عوض کنید تا نفخش گرفته بشه. بعد از اون رو از یه صافی رد کنید، آبش کاملا گرفته بشه. حالا باید اون رو بریزیم توی دستگاه میکسرمون و اگر که چرخ گوش داشتید خیلی بهتری که از چرخ گوش برای این کار استفاده کنید. خب اول تمام نخودا رو میریزیم توی میکسر. چون میکسر من کوچیکه، اول نخودا رو یک بار جدا یک مقدار میکسش میکنم تا فضا برای بقیه موادم هم باشه. خب حالا که یک مقدار جا باز شد، یه دونه سیب زمینی کوچیک داشتیم به نخودامون اضافه میکنیم. و همینطور دوتا پیازمون هم بهش اضافه میکنیم. سه حبه سیر داشتیم. حالا این مواد رو با هم دیگه کاملا میکس و یا چرخ میکنیم. وقتی کاملا با هم دیگه میکس شدن، حالا باید اون رو داخل یک ظرف بریزیم. حالا 2 قاشق غذاخوری جعفری به موادمون اضافه میکنیم که جعفری من جعفری خشک هستش. اگر از سبزی تازه خواستین استفاده کنید، باید 50 گرم جعفری بهش بزنید و اینکه کلا سبزی رو حذف کنید. حالا 1 قاشق چایخوری زیره سیاه داشتیم. من اول زیره رو یک مقدار میکوبم. و بعد به موادمون اضافهش میکنم. همینطور 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز. مقداری هم زردچوبه به موادمون میزنیم. همینطور نمک. فلفل سیاه
و فلفل قرمز. حالا آب نصف یک لیمو ترش بزرگ رو بهش اضافه می‌کنیم. اگر لیمو ترشتون کوچیک بود یه دونه کامل بهش بزنید. تمامی مواد رو به مدت 5 دقیقه با همدیگه حسابی ورز بدین. اگر چرخ گوش داشتین توی این مرحله بهتره که به جای ورز دادن مواد رو یک بار دیگه داخل چرخ گوش بریزید. بهتره که از اول یه ظرف بزرگ بردارین تا بتونین مواد رو به خوبی با همدیگه ورز بدین. ظرف من کوچیک بود، برای هم ظرفم رو عوض کردم. و حالا یک قاشق سبزی معطر رو به موادم اضافه میکنم و یک قاشق مرباخوری بیکینگ پودر و دوباره موادم رو با هم دیگه ورز میدم. بعد از اینکه مواد رو حسابی با هم ورز دادین، روی ظرفتون رو بپوشونید و برای مدت 2 ساعت اون رو داخل یخچال قرار بدین. بعد از 2 ساعت ظرفتون رو از یخچال بیرون بیارید. و دوباره اون رو ورز بدین. اگر که دیدین مایتون شله، باید بهش پودر سوخاری اضافه کنین. انقدر پودر سوخاری بزنین که خیلی شل و یا خیلی سفت نباشه. بچه اگر دوست داشتین میتونین توی پیج اینستاگرام من که لینکش رو براتون توی کپشن گذاشتم و آدرسش هم این پایین میبینید عضو بشین. حالا شعله گازتون رو روشن کنین و یک قابلمه گود روی گاز قرار بدین و بعد داخلش روغن بریزین. انقدری باید روغن بریزین که وقتی فلافلا رو داخلش میندازین توی روغن غوطه ور بشه و راحت تر سرخ بشه. من چون قالب فلافل نداشتم از اسکوپ بستنی استفاده کردم. اول یک مقدار با روغن چربش میکنم که موادم بهش نچسبه. بعد یک اسکوب از موادم بر میدارم و با استفاده از قاشق روش رو صاف میکنم و اضافه اون رو میگیرم. و حالا اون رو داخل روغنی که حسابی داغ شده قرار میدم تا سرخ بشه. روغنتون باید حسابی داغ باشه و حرارتتون هم باید متوسط باشه تا فلافلا کاملا مغز پخت بشن. اگر قالب فلافل یا اسکوپ بستنی نداشتین، با قاشق هم میتونین قالب بزنین. تا من دارم فلافلا رو سرخ میکنم، اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که اون رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع من ویدیو جدید گذاشتم شما متوجه بشین. وقتی که فلافلاتون سرخ شد حتما اونا رو روی یک دستمال قرار بدین تا روغن اضافه اون گرفته بشه.
اینم از فلافل خوشمزه و سالم ما. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این ویدیو بنویسین. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.